حقیقتا خدا رو شکر که امروز هم دعوت شدیم، دعوت داریم که به این مهمانی خداوند شرکت کنیم. آمین که با قلب‌هایی که آکنده از ستایش و شکرگزاری به این میزی که برای ما آماده شده، میز مهمانی خدا نزدیک بشیم. آمین که مدووینی باشیم که لبریز از اون گرسنگی روحانی، اون شرکت کنندگانی که با آگاهی از اینکه هرگز لایق نبودیم و نیستیم که به این میز مقدس، به این خوراک شفا دهنده، به این مهمانی پدر، پسر، روح القدس شرکت کنیم. فقط دولتمندی فیض خداست عزیزان، و رحمت عجیب و عظیم اونه که ما رو مشمول این فیض کرده که به این مهمانی دعوت بشیم و حضور داشته باشیم. و همینطور برای خودم دعا میکنم که آمین که ای خداوند، در این روز مقدس آنچه که هستم خداوند، برای آنچه که هستم و آنچه که صحبت میکنم، اگه بین این دو فاصله ای هست، ای خداوند در نام قدوست با روحت پر کنی تا سخنان زبانم حقیقتا تفکر دلم فقط منظور نظر تو باشه، تویی که صخره دلم و نجات دهنده من هستی. در نام عیسی مسیح، آمین. هفته هاست که پاستور دارن از محبت عجیب خدا صحبت میکنن، نیست؟ میدونم که خیلی برکت گرفتین و از ماه پیش هم شنیدیم و عملا دیدیم که وقتی نفس ما مثل یک آینه شکسته آسیب میبینه، تخریب میشه، چطور این محبت آزاد کننده خداوند وارد زندگی های ما میشه و شفا و آزادی به ارمغان میاره و ما رو از اون تنگی های ما رهایی میده. دو ماه پیش بود عزیزان، ماه پیش بود دقیقا همین روز، روز عشای ربانی، که ما با محبت حمل کننده خدا آشنا شدیم. محبتی رو دیدیم که چطور اون مفیبوشت صدم دیده رو از زمین ویران لودبار فرا خواند، حمل کرد و پاهای علیل او رو پوشانید و از خوراکای نیکو جان گرسنه او رو پر ساخت. یادتون عزیزان، تا لذت پسر بودن رو در خانه داوود که سمبل عیسی مسیح خداونده بچشه. در نتیجه ما از طریق داستان مفیبوشت گذشته خودمون رو دیدیم، داستان گذشته خودمون رو که چطور در زمین خشک لودبار زندگی میکردیم و همینطور داستان نجاتمون رو نگاه کردیم به طور سمبولیک و همینطور مراحل تبدیل، تقدیس تا مرحله پسرخواندگی رو با هم بازنگری کردیم. آمین که یادتون باشه. و هفته بعد در مورد انتخابات اشتباهی بود که خودمون میکردیم، سهواً یا عمدن کردیم یا میکنیم، که میتونست مثل نفس ما رو مثل اون یعقوب پر از صدمه بکنه و نه فقط نفس ما رو آسیب بزنه، بلکه ما رو در یک فرایند منفی قانون کاشت و برداشت قرار بده. و باز هم شنیدیم این محبت عجیب خدا چطور وارد زندگی یعقوب حیله‌گر و حقباز شد و او رو با شیوه خاص خودش کاری کرد که عدالت، انصاف و راستی در او استوار بشه، در او شکل بگیره تا او رو در مقام یک پرنس بالا ببره. و امروز هم کمی عمیق‌تر می‌خوایم بشناسیم عظمت محبت احیا کننده خدا رو، عظمت محبت جریان یابنده خدا رو، عظمت محبت بخشنده خدا رو که قادر ما رو از اون صدماتی که از عوامل انسانی که سومین حوزه بود، نیست؟ بر ما وارد میشه و نفس ما رو شکسته میکنه، قادر امروز شفا بده.
چون عزیزان محبت خدا فقط مخزنی از قلیان‌های احساسی مثل ما انسان‌ها نیست، بلکه همواره خداوند در وجود خودش کانال میزنه، یک مجرای باز میکنه تا اثری از اون محبت خودش در زندگی های ما به جا بذاره. باور میکنی؟ چرا؟ چون خدا ذاتش محبته. آمین که امروز روح القدس امداد کنه که این پیام از اون حالت تئوری خارج بشه و وارد قلب های ما بشه و وارد نفسای ما بشه تا اون ناخالصی ها رو بسوزونه، تا در این زمانهای آخر نه تنها با محبت به خدا و به همدیگه عشق بورزیم، با محبت خدمت کنیم، بلکه صورت پسر خدا در این تبدیل، در این فرایند در ما شکل بگیره. آمین داره یا نه؟ در کتاب پیدایش باب 3 از دو تا درخت در باغ عدن صحبت میکنه، درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد. آدم و حوا از کدوم درخت نوش جان کردن؟ از درخت نیک و بد. چرا؟ چون میخواستن مانند خدا بشن، چون میخواستن خوب و بد رو تشخیص بدن. ما همینطور میتونیم اسم این درخت رو درخت قضاوت بذاریم. ما همواره و همیشه تصور میکنیم عزیزان در اون خود کفایی خودمون دانش و فهم کافی برای قضاوتی عادلانه در هر شرایطی داریم، و بیشتر اوقات اگه حواسمون باشه به طور غریزی طبیعتاً در حال قضاوت هستیم، چه در مورد شرایط زندگی خودمون، درسته؟ چه در مورد دیگران و به خصوص در مورد اون عاملین انسانی که به نوعی به ما آسیب زدن. ولی وقتی تولد تازه میابیم به درخت حیات وصل میشیم، نیست؟ روح مقدس خدا در ما شروع به جاری شدن جریان میکنه و ما رو قادر میسازه که اطرافیان خودمون رو ببخشیم، و نه فقط ببخشیم بلکه برکت بدیم. چرا؟ باز هم چون محصول درخت حیات معصومیت عزیزان، جایی که نه اتهامی وجود داره نه مقصری. نمیدونم چشیدین یا نه، ما امروز میخواییم راجع به حوزه سوم صحبت کنیم، اون حوزه‌ای که عاملین انسانی بودن و باعث شدن سهواً یا عمدن باز هم نفس ما رو مجروح و بیمار کنن. و این عاملین عزیزان معمولاً افرادی هستن و خواهند بود که رابطه نزدیک و قابل اعتمادی با اونا داشتیم، درسته؟ برای همین شفا در این از این صدمات به نظر ما غیر قابل تصوره. ناله داوود هم از صدمات این عزیزجان ها در مزمور 55 آیه 12 با آسمون بالا رفته. زیرا دشمن نبود که مرا ملامت میکرد، وگرنه تاب میآوردم، تحمل میکردم. بدخواه من نبود که بر من سربلندی میکرد، وگرنه خودم رو از او پنهان میکردم. بلکه تو بودی، تویی که مرد همتای من بودی، یعنی نیمه من بودی، یار خالص من، دوست نزدیک من، تو بودی، تو که با هم روزگاری رفاقتی شیرین داشتیم و با هم به انبوه جمعیت در خانه خداوند میخرامیدیم. میبینین عزیزان داوود داره به تمام طیفای افراد نزدیک ما اشاره میکنه، زن ما، شوهر ما، یار خالص ما، دوست ما، حتی برادر خواهر روحانی نیست که میتونن به ما آسیب بزنن.
این افراد به طور خاص به خاطر اون رشته، به خاطر اون بند عاطفی که بین ماست، عاملینی هستن که قابلیت خاصی دارن برای اینکه به ما لطمه بزنن، لطمه وارد بکنن. به همین دلیله، نه که بخوان، شاید هم گفتم صحبن، شاید به همین دلیله که ما در فرایند قضاوت، تلخی و نبخشیدن قرار میگیریم. اگه همسایه بغلی یا بقال سر کوچه یه بدی بکنه، خیلی راحت میتونیم بگذاریم، نیست عزیزان؟ وقتی وضعیت ما بدتر میشه که انرژی خیلی زیادی میذاریم که این صدمات رو انکار کنیم، سرپوش بذاریم، چون فکر میکنیم، چون تصور میکنیم، چون مطمئن هستیم که بخشیدن این افراد چقدر میتونه غیر قابل تصور باشه. ولی وقتی خدا زمانی میرسه که ما رو به جایی میرسونه که قدرت بخشیدن رو، این معجزه بخشیدن رو دریافت میکنیم و در عمل به کار میبریم، خودمون شخصا میبینیم، تجربه میکنیم که حقیقتاً چقدر بارش سبک و یوغش نحیفه عزیزان. چرا؟ چون عیسی آنچه که ما و دیگران شایسته اون بودیم به روی صلیب حمل کرد و بدهی عظیم گناهگر، اونی که گناه میکنه و گناه شده رو روی صلیب پرداخت کرد. در متی باب 18 داستان جالبی رو خداوند میفرماید. داستان نیست که حقیقته و خودمونم شاید تجربه کرده باشیم. از آیه 23 تا تقریبا 35 اینطور. من نمیخوام بخونم به خاطر محدودیت وقت. فقط آنچه که در ذهنم خلاصه از این آیات به سمعتون میرسونم. اینطور نوشته که روزی پادشاهی به یکی از خادمینش یه پول هنگفتی رو وام میده و زمان موعود باید این پول رو پس میداد، این قرض رو پس میداد. برای همین پادشاه اون شخص رو صدا میکنه و میگه طلب منو بده. و اون مرد میگه واقعا ندارم که بدم. میگه پس همین الان خودشو، املاکشو و فرزندانشو به فروش برسونین تا تمامی قرض منو بده. وقتی اون خادم میشنوه به رو میفته، به خاک میفته با التماس، میگه بر من رحم کن، بر من رحم کن، چون نمیتونم بپردازم. و پادشاه دلش میسوزه و میگه خواه نخواه، به قول آلمانی زویزو، تو هرگز قادر نخواهی بود که این قرض رو ببخشی، برای همین همه رو به تو میبخشم، تو آزادی، برو. تصور کن اون لحظه از اون خادم چقدر احساس رهایی میکرده، نیست؟ فکر کن یه قرضی داری یه دفعه بخشیده شده. من اینو خیلی خوب تجربه کردم. تقریبا میتونم بگم اون 23-24 سال پیش که تو جنوب بودم با یه مردی آشنا شدم که واقعا عیسی رو در رفتارش و منشش میدیدم، بهش میگفتم اوپا، و خیلی رابطه خیلی نزدیکی بین ما برقرار شد. و یه بار که با دوچرخه داشتم از یه خیابونی رد میشدم، از اونجایی که عاشق سرعت و هیجان هستم، به یه ماشین خیلی لوکسی برخورد کردم. یه صدمه کوچیکی به این ماشین خورد، آلمانی بود، و یه جریمه 1000 خورده‌ای برای من بریدن. از اونجایی که نداشتم بدم، اینو قسطی کردن. گفتم ماهی چقدر میتونی بدی؟ منم یه ماهی خیلی مبلغ کمی رو میتونستم بدم. هر ماه اینو میدادم. چند سال گذشت، هر ماه که میدادم نگاه میکردم، میدم همون 1000 خورده‌ای جریمه است. اصلا جمع نخورده. چون چرا؟ سنزین میامد، مالیات میامد روش، اگه درست بگم. و یک روزی یک نامه‌ای دریافت کردم که اوپا نوشته بود برام، نسرین عزیزم، تمام بدهی تو رو پرداخت کردم.
و اون روز واقعا وقتی اینو و مقداری هم هدیه گذاشته تو پاکت، فقط اشکای من میریخت رو زانو. گفتم خداوند دوبار قرض‌های زیاد من بخشیده شد. یک بار تو عیسی قرض‌های من پرداخت کرد، قرض‌های پرداخت نشدنی منو، و یک بار دیگه اوفای عزیزم که الان در قید حیات نیست. برمیگردیم به اون داستان، ولی همون خادمی که بخشیده شده بود بیرون رفت و همکارش که فقط اندکی از او طلب داشت خیرشو گرفت، گفت یا طلب منو میدی یا به زندان میندازمت. داستان به گوش پادشاه میرسه و پادشاه او رو صدا میکنه، میگه ای خادم شرور، من قرضهای زیاد تو رو بخشیدم، فقط تو به همکار خود رحم نکردی، یک صدم این طلب رو بر او روان نداشتی. عزیزان چی میخوام بگم؟ و ما، من، تو دائما در این چرخه در حال چرخیدنیم که برای خودمون رحمت و بخشش میخوایم. رحم کن، من نمیتونم بدم، ولی برای دیگران عدالت رو نیست؟ و اگه چنین بکنیم و چنین ادامه بدیم، از مکان فیض و شفقت به جایی سقوط میکنیم که حقیقتا حق ماست. کجاست اون مکان؟ عدالت، جایی که شیطان در اونجا ساکنه. ولی چرا به مکانی قدم نگذاریم عزیزان که بتونیم بگیم خداوندا من همه رو میبخشم، تمام اون بدهی که دارم نسبت به خواهرم، برادرم، فامیلم به پای صلیب تو میریزم تا رحمت و بخشش تو در زندگی من جاری بشه. از آن عیسی اومد تا ما حیات بیابیم، حیاتی افزونتر، وافرتر، ما برکت بیابیم، محبت و آرامش بیابیم و آن را زیادتر حاصل کنیم. و من مطمئنم عزیزان بخشش دشمنان شاه کلید این حیات وافر، آرامش وافر و برکت وافره. هیچ عاملی مثل نبخشیدن جلوی نو شدن ما رو نمیگیره، هیچ عاملی نمیتونه مراحل رشد و بلوغ روحانی ما رو کند کنه یا استوب کنه. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، بزرگترین جنایتی که در جامعه بشری انجام شد عزیزان توسط هیتلر نبود، توسط استالین نبود، توسط دیکتاتورهای زمانه نبود، که جان میلیون ها انسان ها رو گرفتن به قتل رسوندن و نسل کشی کردن، بلکه غم انگیزترین و قساوت انگیزترین جنایت تاریخ بشر 2000 سال پیش روی صلیب انجام شد. وقتی که پیشینیان ما، گذشتگان ما یهودیان و رومی ها پسر بیگناه خدا رو با اون طرز فجی و نکبتبار به قتل رسوندن، از من و تو فرزندان قاتلان او هستیم. هر کدوم ما یک یا دو قطره از خون یهود یا رومیان در بدن ما، در رگ‌های ما هست. ما یعنی که نه فقط گناهکار بودیم، بلکه در گناه هم زایده شدیم. باز هم داوود چقدر زیبا میگه در مزمور 55 آیه 5، به راستی که در گناه سرشته شدم، زایده شدم، مادرم در گناه به من آبستن شد. اصلا یه کودک، نمیدونم، یه ساله دو ساله که شروع میکنه به حرف زدن، اصلا نیاز نیست که بهش بگی دروغ بگو، طبیعتاً دروغ میگه، نیست؟ طبیعتاً دروغ میگه. هر کدوم ما عزیزان اگه صادقانه به خودمون نگاه کنیم، چقدر گناهان مخفی داریم، خیانت، زنا، دروغگویی، غیبت، چه ها که نکردیم با این زبان فتنه‌جو و اتهام زن
که به قول کتاب یعقوب باب 3 میگه این زبان مثل یه آتش کوچیکه که کائنات و تمامی اطراف ما رو میتونه بسوزونه. ما بدهی عظیمی به بار آوردیم عزیزان که هرگز قادر به پرداختش نبودیم، ولی میایم پیش عیسی مسیح خداوند، به من رحم کن اگه توبه حقیقی باشه نیست، منو ببخش. و آنن در اون توبه حقیقی، در اون اشکای توبه، در اون قربانی های نمکین که اشکه، سریعا ما بخشیده میشیم و قدم در مکان فیض و رحمت میذاریم. نیست؟ چه بخشایش شیرینی، انگار هرگز گناه نکردیم. چشیدین عزیزان؟ آمین داری یا نه؟ نمیدونم چشیدین یا نه. بزرگترین و زیباترین تعویض الهی که روی زمین انجام شد در تمامی تاریخ بشریت این بود که پسر بیگناه خدا زندگی بی عیب و مقدس خودش رو با زندگی های ما که هیچ امیدی بهش نبود تعویض کرد. او گناه شد تا ما عدالت خدا بشیم. او لعنت شد تا ما بتونیم در برکت و امید و ایمان زندگی کنیم. حالا خدا به تو میگه میخوای در مکانی زندگی کنی که بخشایش کامل رو داشته باشی؟ ببخش تا بخشیده بشی. ببخش تا حس بخشیده شدن همواره نه فقط زمان توبه در روح و روانت باشه. دیدین یه موقع ما زمان توبه اون زمان فقط حسو داریم، بعدش میفتیم توی لاینی که همش احساس محکومیت و تقصیر میکنیم. نیست؟ ببخش، هر روز ببخش، روزی چندین بار ببخش تا این حس بخشیده شدن دائما در روح و روانت باشه. با اراده آزاد ببخش، با آزادی انتخاب ببخش تا عشق در رابطه های جریان پیدا کنه. عیسی کسی که بزرگترین جنایت تاریخ بشر بر علیه او انجام شد آزادانه انتخاب کرد که ببخشه. پدر اینا رو ببخش زیرا نمیدانن که چه میکنند. زمانی که من مسیحی شدم متوجه شدم چقدر نابخشیدن‌های زیادی در قلب دارم که باید بخشیده می‌شدم. برخی از این موارد واقعا میتونم بگم مثل یک معجزه در همون شب تولد تازه‌ام در قلب من به وجود اومد. نمیدونم باد از کدوم ور شروع به وزیدن کرد، واقعا نفهمیدم از کدوم سمت اومد. و این چه حیاتی بود، این چه قدرتی بود که تمام اون کینه، بدخواهی، تلخی رو در من نابود کرد. من نفهمیدم اون شب چه اتفاقی افتاد، این چگونه محبتی بود، این چگونه رحمتی بود. این قلب سنگی من رو نرم کرد و شروع به ریختن اشکای توبه کردم. اونجا تولد تازه رو با تمامی عمقم تجربه کردم. ولی بعد از یه مدتی متاسفانه در یک جای سخت گیر کردم، نمیتونستم جلو برم. در مورد بخشیدن مادرم بود. من زخمای خیلی عمیقی و خاطرات بسیار گزنده‌ای در قلبم نسبت به مادرم داشتم و مدت زیادی طول کشید تا این معجزه بخشش رو بتونم دریافت کنم. وقتی تونستم اون رو ببخشم و برای اون دعا کنم فکرم تموم شد، کار تموم شد، حالا به نظر خودم عالیه، همه چی عالیه، من باید دومین قدم رو بردارم. و دومین قدم اینه که او باید به مسیح ایمان بیاره، باید مثل من طعم پادشاهی خدا رو بچشه.
و هر کاری که فکر کنین میکردم. براش یادم یه جفت گوشواره گرون قیمت طلا خریدم، براش هدیه بردم، راجع به تولد تازه و این اتفاقات صحبت میکردم و دعوتش میکردم به کلیسا که ایمان بیاره، ولی انگار یه جای کار میلنگی. چرا ایمان نمی آورد؟ چرا وقتی موعظه میشد خوابش میبرد؟ دائما باید میگفتم ماما اینجا رو گوش کن، اینجا داره با تو صحبت میکنه ها، ولی هی دائم چرت میزد. وقتی تنها میشدم گفتم خدایا واقعا من مادرم بخشیدم، دیگه چی کار باید بکنم؟ به من بگو. چون بیشتر افراد خانوادم ایمان آورده بودن. تقریبا از آن 18 سال پیش بود، وقتی در دعا بودم با حجمی از نور خدا روبرو شدم، حجمی از نور که تمامیت منو در بر گرفته بود و من رو زانو حالت سجده فقط میلرزیدم. این نور نوری بود که افشا میکرد، نور برملا کننده. این نوری بود که تاریکی های قلب منو داشت نشون میداد. اون اعمال وقیحانه خودمو که نسبت به مادرم کرده بودم که اصلا هیچ وقت یادم نبود، خداوند بسیار واضح نشونم داد که در مقابل او چه قضاوت هایی که کرده بودم، چه بی احترامی هایی در حق او روا داشتم. انگار فقط متمرکز آسیب‌ها و زخم‌های خودم بودم و به زور از او چیزی رو می‌خواستم مطالبه کنم که اون نداشت که بده. حقیقتاً مثل داوود فقط میتونم بگم در مزمور 19 میگه کیست که سهم‌های خود را بداند؟ کیست ای خداوند؟ مرا از عصیان‌های من مرا طاهر ساز، مرا از اعمال گستاخانه‌ام طاهر ساز. اون روز اولین روز بود که عزیزان این عینک عدالت خواهی، عینک حق طلبی از چشمای من افتاد. همون لحظه با دلی که واقعا ریش شده بود، اولین بار بود این دل رو احساس میکنم، با او تماس گرفتم. اصلا انگار که هیچ خاطره‌ای تو ذهنم نبود، چون بخشیده بودم، هیچی نمیخواستم، فقط با عشقا بهش میگفتم ماما منو ببخش. و خدا چه چیزهایی نشونم داده، با اینکه بارها به من گفته بود در گذشته چه اتفاقاتی براش افتاده، واقعا نداشت چیزی که به من بده. اون روز عزیزان بعد از سالهای مدید او با اشکای شادی توبه کرد و قلبش رو به مسیح سپرد. نیست؟ من متوجه شدم من فقط تنها مانع نجات او بودم و مدت‌های خیلی زیادی انقدر روابطمون صمیمانه بود در خداوند، چه دعاهای عالی او حتی داشت من سبقت میگرفت، چقدر زیبا، چه مکاشفاتی از روح القدس گرفته بود. نسرین روح القدس صبح به من اینو میگه، روح القدس شب به من اینو میگه، روح القدس تنها دوست و مونس منه. از خداوند به آزاد شدن ما نیاز نداره، بلکه ما نیاز داریم که زنجیرهای عدم بخشش و عدم طلب بخشش که دو روی یه سکه است. یه موقع فکر میکنم ما فقط باید ببخشیم، نه عزیز جانها، باید طلب بخشش کنی، چون تیری تو چشمت بوده که با اون تیر میخواستیم خراشه رو از چشم مادر یا هر کسی در بیاری. خدا نیاز نداره، بلکه ما نیاز داریم که در آزادی پسر خدا زندگی کنیم. وقتی اوائل انجیل رو میخونی که عیسی فرمود دشمن خودتو دوست داشته باش، برای درون انتقام جو و کینه ورز ما چقدر غیر قابل عملیه، ولی وقتی به پایان داستان میرسی میفهمی عیسی شعار نداد، نیست، بلکه به گفته خود عمل کرد. کجا عمل کرد؟
بالای صلیب آش و لاش، اوریان، شرمنده، با فشاری وحشتناک که برای هر نفس کشیدن پاشو بالا می آورد تا فقط نفس بکشه، تا بتونه بگه پدر اینها رو ببخش چون که نمیتونن دارن چیکار میکنن. و او این مشعل یادگار بخشش دشمنان رو به دست پیروان خودش داد، به دست ما سپرد. اگه پیرو حقیقی او هستیم، این مشعل یادگاریه بخشش دشمنان و طلب بخشش باید در دستای ما دائما روشن باشه. اینجا هستم عزیزان که با اطمینان بهتون بگم بخشیدن یک نوع نشان فرزندیه که ما رو سریعتر از هر عملی به اون درجه پسرخواندگی که دو روز برادر ادوین عزیز راجبش صحبت کرد و همه تون گل از گلتون شگفت نیست؟ از نظر انسانی غیر ممکنه عزیزان. اراده انسانی چون از فیض محرومه، اما روح خداست که میتونه ما رو توامن کنه تا ببخشیم. روح خداست، روح القدسه عزیزان. بخشیدن مثل یه معجزه است، به خصوص طلب بخشش. میخوام در این زمان آخر موردهایی رو بگم عزیزان که میتونه اگه آگاه نباشیم بخشیدن رو برای ما چقدر سخت‌تر کنه، چقدر مانع به وجود بیاره. آماده این عزیزان؟ اولین اشتباه اینه که به ما یاد دادن که زمان همه چیز رو درست میکنه. زمان همه چیز رو درست میکنه. زمان هیچ چیز رو هیچ وقت درست نمیکنه عزیزان. بلکه این زخم و صدمات تبدیل به خوره میشه، تبدیل به عفونت میشه و به خیلی افراد منتقل میشه. دومین فکر اشتباه راجع به بخشیدن که ما فکر میکنیم بخشیدن فراموش کردنه. فکر میکنیم تا زمانی که خاطرات در مدار ذهنی ما، در این گنبد ذهن ما میچرخه، پس ما نبخشیدیم. نه عزیزان، این افکار، این ذهن کامپیوتر نیست که دیلیتش کنی. فقط وقتی میبخشی تو همه این خاطرات هست به یاد میاری، دیگه جلیز ویلیز نمیخوری نیست؟ دیگه سنگدلی و بیرحمی اون شخص تو رو آزار نمیده. اشتباه سوم که بخشیدن رو خیلی سخت میکنه، فکر میکنیم بخشیدن یعنی آشتی کردن. هرگز بخشیدن آشتی کردن نیست، چون برای آشتی کردن دو طرف لازمه. هر بار روی صلیب یک نفر فقط جا داره که اونجا باشه نیست. بخشیدن قبول کار اشتباه نیست. بخشیدن مالکشی نیست. بخشیدن بهانه تراشی نیست. اول قرنتیان باب 13 که چند هفته است داریم میشنویم، آیه 6 میگه محبت از دروغ، از ناراستی خوشبخت نمیشه، بلکه درد میکشه اگه روح القدس در او باشه. بخشش در واقع اینه که من حق تلافی رو از خودم میگیرم. من اصلا منتظر نیستم که طرف بیا توبه کنه. من او رو واگذار به خدایی میکنم که انتقام از آن اوست. آمین. نه که منتظر باشم خدا بیاد حالش جا بیاره ها انتقام بگیره. اون خداست، شاید بخواد 3 تا پاگونم بذاره رو شونش نیست؟ دیگه به من ربطی نداره. در بخشیدن در وهله اول تو با خدا آشتی میکنی، چون در وهله اول تو به خدا گناه کردی. باز هم به قول داوود عزیز ما، این نغمه سرای عزیز ما در مزمور 51 آیه 4 میگه تنها به تو گناه ورزیدم، آنچه که در نظرت بد بود به عمل آوردم. از این رو چون سخن میگویی بی عیبی، چون داوری میکنی تو بر حقی خداوند.
و چهارمین اشتباه فکری اینه که فکر میکنیم بخشیدن یعنی اعتماد کردن. دوباره به اون شخص خاطی فضا بدیم که بیا صدمه بزن. نه عزیزان، افق دید بخشش به گذشته نگاه میکنه، یعنی گذشته رو پاک کرده، ولی افق دید اعتماد به آینده نگاه میکنه. نیست؟ آینده باید بازسازی بشه، اعتماد باید شروع به احیا بشه. نیست؟ بعضی از روابط ظریف انسانی عزیزان وقتی شکسته میشه، مثل اون چینی با ارزش که وقتی به زمین میفته شکسته و خورد میشه، مخصوصا در حیطه زناشویی خسارت بسیار زیادی و روح و نفس انسان به بار میاره. و در این بخش هم عزیزان اینجا هستم که با اطمینان به شما بگم در این بخش حساس به عیسی که پزشک روح و روانه اعتماد کنید. او قادره چینی های شکسته نفس و قلب ما رو دوباره بند بزنه، احیا کنه. چرا؟ چون اون چینی بندزن ماهریه. امروز من و تو به عنوان یک مسیحی باید عمیقاً اینو درک کنیم که هیچ حقی نسبت به خدا و انسانها نداریم. تنها حق ما اینه که بخشیده بشیم و ببخشیم و خودمونو به عیسی مسیح بسپاریم و برای هر چیزی با قوت روح القدس به او اعتماد کنیم. آمین. و برای این مهم خدا میخواد ناخالصی ها رو امروز از ما برداره، میخواد اون کاهایی که عدم بخشش و عدم طلب بخشش از قلب ما جدا کنه، از نفس ما جدا کنه، تا امروز با قلب خالص در فیض و رحمت و بخشش خدا زندگی کنیم. باورتون میشه؟ ایمان داریم که امروز خدا قادر این کار بکنه؟ پولس رسول وقتی میخواست مسیحیان قرنتوس رو به مهمانی خدا عشای ربانی خوراک شفا دهنده دعوت کنه، در باب 11 آیه 26 میگه اما هر کس خود را بیازماید. آیهش رو شاید اشتباه گفتم، حتما پیدا میکنین. اما هر شخص خود را بیازماید. نه، یا 26 یا 28، چهار نیست. اما هر شخص خود را بیازماید پیش از آن که از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد. اما عزیزان هر شخص خود را بیازماید. سالهاست افرادی رو در کلیسا میبینم که فقط میخوان یه امتحان به آینز بدن. نیست؟ فقط میخوان یه گواهی نامه رانندگی رو امتحان بدن. هفته ها در حال آزمون خودشون هستن، هفته ها که آیا قبول میشن؟ تازه وقتی اون روز نزدیک میشه به زمین و زمان پیام میدن برای ما دعا کنید تا در این آزمون قبول بشی. نیست؟ چقدر بیشتر عزیزان، چقدر بیشتر باید امروز و هر بار که به این مهمانی خدا، به این خوراک شفا دهنده، به این مراسم مقدس که قلب تپنده مسیحیت نزدیک میشیم، خود را بیازماییم تا با وجدانی پاک به این میز نزدیک بشیم. اون موقع است که میتونیم از برکات و مواهب این خوراک شفا دهنده برای اون نفسای زخمی ما، به خصوص از عاملین انسانی، بهره مند شیم و شفا بیابیم. اما هر شخص خود را بیازماید. ما اینجا میخوایم مراسم خیلی عالی رو به نظر من، خیلی مقدس رو انجام بدیم. این مراسم و راهبین در صدر مسیحیت انجام میدادن. اسمش ظرف آب بخششه. وقتی که پیامی راجع به
بخشیدن میشنیدن، وقتی که میخواستن بعد از این پیام به میز عشا نزدیک بشن، هر کس قبل از اینکه به این میز نزدیک بشه دستای خودشو مشت میکرد و تمام اون اسم افراد یا هر کدورت، هر ضعفی که برای عدم بخشش بود در دستای خودش میگرفت و در همون حالی که در آب میکرد برای دریافت فیض الهی دعا میکرد و بعد آروم دستش رو رها میکرد و به طور سمبولیک این کدورت، تلخی، نبخشیدن در این ظرف آب بخشش رها میشد. گفته شده که این گونه مراسم به خصوص با خانواده روحانی به طور جمعی تأثیرات خیلی شگرفی در روح و روان انسان داره. آمین که امروز خودتون بچشین و ببینید خداوند چقدر نیکوست در این قسمت. سرهای خودمون خم میکنیم و چشمای خودمون رو میبندیم و دعا میکنم و بعد از دعا به این ظرف آب بخشش، بعد از اینکه پاستور کلیسا هم دعا کنه برای خون و بدن خداوند، به این ظرف آب بخشش و میز مقدس نزدیک میشیم. ای خداوند، با تمام قلب و جان در این روز شکرگزاری بیشتر از هر زمانی تو رو شکر و سپاس میگیم خداوند، تو رو ستایش میکنیم، تو رو پرستش میکنیم که امروز در این عهد تازه، در این عهد تازه، در این خون برتر، در عهد جدید خداوند جانهای زخمی ما، خسته ما، بیمار ما، ضعیف ما، هر اون چه که خداوند به خصوص اثر عدم بخشش و عدم طلب بخشش در حیطه دشمن قرار گرفته، امروز میتونه در تصاحب و تملک تو عیسی مسیح خداوند قرار بگیره. دعا میکنم که رحمت و فیض تو شامل حال تک تک عزیزام، همینطور عزیزانی که از طریق یوتیوب دارن میبینن و هر زمانی که میشنون، این رحمت و بخشش شامل حالشون بشه که با قلبشون، با جانشون خداوند بطلبن که من میخوام ببخشم، میخوام تمام بدهی و چک و سفته خودم و پای صلیب بریزم و اعلام کنم که هیچ حقی ندارم و همینطور قدرت رو به عزیزان بدی برای اون زمانهایی که صدمه خوردن و اون طرف رو قضاوت کردن، زیر سوال بردن، تلخی در قلبشون اومده و نگه داشتن و این تلخی رو به دیگران هم احیانا منتقل کردن. دعا میکنم که این افراد خداوند قلبشون رو تو خداوند نرم کنی، ریش کنی که نه به زبان بلکه در قلبهای خود طلب بخشش کنن. تا امروز تک تک ما خدا و از مواهب و برکات و فیض این سفره بهره مند شیم. همینطوری خداوند به عنوان خادمه تو در اقتدار نام عیسی مسیح هر چنبره شیطان، هر سنگینی روح شریر که در اثر ترد شدگی، زخم و صدمات و روح روان عزیزانم اومده، به قدرت خون جاودانه عیسی مسیح خداوند امروز در آسمان و زمین میشکنم. به قدرت خون عیسی مسیح هر دیوار و دژی که دشمن ساخته آگاهانه و ناآگاهانه در ذهنای ما که دائما این خاطرات تلخ رو مرور میکنیم و این دژها تبدیل به دیوار شده، دیوارهای جدایی بین ما و دیگران، در نام مقتدر عیسی، به خاطر خون مقتدر و جاودانه عیسی مسیح، این قلعه ها و دژها رو
منهدم اعلام میکنم و اعلام میکنم که بخشش تو، فیض تو بر هر آن چیزی که از تو نیست، هر نفرین، هر لعنت، هر طرد شدگی، هر تلخی، امروز و تا ابد پیروز هست و خواهد بود. چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و عزیزانمون همه با هم آمین.